بهروز وثوقی در جریان اکران این مستند خاطره ای از امیر عباس هویدا نخست وزیر دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی عنوان میکنه. او میگه من در شمال ویلایی داشتم و ویلای هویدا تقریبا 5 ویلا بالاتر از من بود. یکی از این 5 شنبه ها نگاه کردم، دیدم ماشین آقای هویدا اومد تو و هویدا اومد بالا. اون روز پدرم هم با من در ویلا بود. از من دعوت کرد و گفت شب به همراه پدرت به ویلای من بیا. تعدادی مهمون داریم. گفتم بسیار خوب، چشم. هویدا به من گفت مشروب داری؟ گفتم چی میل دارید؟ میخواین یه آبجوی خنک بدم بخورید؟ پدرم یهو پرید وسط و با اون لهجه ترکی فارسیش گفت آبجو چیه؟ آراخ بخورید. آقای هویدا خوشش اومد. گفت آره، یه گیلاس ودکا میخورم. پدرم رفت یه گیلاس ودکا ریخت و آورد و آقای هویدا خورد. بعد گفت سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خوش اومدید. در این برنامه از باید بدانیم به خاطر یه جالب بهروز وثوقی از تعارف کردن مشروب از جانب پدرش به امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت و اتفاقهای بعدش میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کنارش کلیک کنید. بهروز وثوقی در سال 1316 در خوی متولد شد و به گفته خودش از 6 ماهگی به تهران اومد و در خیابان آپادانا ساکن شد. شخصی به نام مسعود صمدی در سال 34 در 18 سالگی بهروز وثوقی رو مطرح کرد. بازی در نقش‌های متفاوت و شخصیت‌های بیادموندنی سینمای ایران مثل سید در گوزن‌ها، مجید ظروفچی در سوت دلان، ممل امریکایی، زائر محمد شیر محمد در تنگسیر، رضا موتوری، ابینسیه در کندو، دکتر رستگار در سازش، سرهنگ نصرالله در کاروانها، او را تبدیل به یکی از محبوب ترین بازیگران تاریخ سینمای ایران کرده. او از سال 37 با بازی در فیلم طوفان در شهر ما به سینما اومد و تا سال 47 در نقشای متفاوت اما نه چندان پررنگی ظاهر شد. نخستین فیلم سینمایی مورد توجه او 100 کیلو داماد به کارگردانی عباس شباویز در سال 40 بود. او در سال 48 توسط مسعود کیمیایی به فیلم قیصر دعوت شد و این نقطه شروع او به عنوان یک بازیگر مطرح بود. بازی او در این فیلم مورد توجه عموم و علاقه‌مندان به سینما قرار گرفت. در جوانی در آن سالهای سینمای ایران در بسیاری از فیلم‌ها به ایفای نقش پرداخته. از جمله فیلم‌های مطرحی که در آن به ایفای نقش پرداخته میشه به سوت دلان، تنگسیر، همسفر، ممل امریکایی، رضا موتوری، دشنه، توقی و گوزن‌ها اشاره کرد. بهروز وثوقی در سال 57 و قبل از انقلاب اسلامی ایران به امریکا رفت تا در فیلم گربه در قفس ساخته تونی زرین دست بازی کنه که اقامت او در امریکا با انقلاب اسلامی مصادف شد. در سال 2000 داوران جشنواره فیلم سان فرانسیسکو جایزه آکیرا کوروساوا رو به عباس کیارستمی اهدا کردند و او هم به بهروز وثوقی تقدیم کرد. وثوقی بعد از انقلاب دوستی خود رو با ناصر ملک مطیعی و جمشید مشایخی حفظ کرد و به گفته خودش فقط با این دو هنرپیشه در داخل کشور در ارتباط بوده. هنرپیشه مشهور امریکایی آنتونی کوین بازیگر نقش حمزه در فیلم محمد رسول الله چندین سال رابطه بسیار صمیمانه‌ای با او در امریکا داشته. وثوقی در سال 1978 در فیلم کاروانها به همراه آنتونی کوین و کریستوفر لی به ایفای نقش پرداخت. او همیشه در قراردادهای خود از عقیده خاصی برخوردار بوده و اون این بوده که در فیلمی به عنوان نقش اول در ابتدای فیلم اگه نام او نوشته نمی‌شد در اون فیلم ایفای نقش نمی‌کرد. هر چند این مسئله برای فیلمسازان هم حائز اهمیت بود و باعث پرفروشی اثر اونها می‌شد. در حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان در مرداد 57 ازدحام جمعیت برای تماشای فیلم گوزن‌های بهروز بود. در تمامی دوران فعالیت بهروز وثوقی، فیلمی و مستندی درباره زندگی شخصی او، مشکلات و فراز و نشیب‌های زندگی این اسطوره تهیه نشده بود. سرانجام پس از 45 سال، مستندی از این بازیگر مطرح سالهای دور ایران تهیه و اکران شد. در جریان اکران این مستند که با حضور خود بهروز وثوقی، شاهزاده رضا پهلوی و داریوش اقبالی برگزار شد، حضور گوگوش همسر سابق بهروز که پس از 42 سال جدایی به همدیگه رسیدن و نکته جالبتر دیدار گوگوش و همسر کنونی بهروز خانم کتایون امجدی بود که در افکار عمومی بسیار لحظات هیجان انگیزی رو رقم زد.
در زمان پیش از انقلاب 57 فیلم ممل امریکایی این موقعیت رو به گوگوش داد که با بهروز عجین تر بشه. بهروز در خاطراتش میگه روحی گوش اون زمانا اصلا خوب نبود. درگیر طلاق گرفتن بود و شوهرش رضایت نمیداد. جرایت هم مرتب می نوشتن که اونها دارن از هم جدا میشن. گوگوش ناچار دست به دامن نخست وزیر شد تا اینکه بالاخره با وساطت هویدا قضیه فیصله پیدا کرد. البته شوهرش فکر میکرد من باعث جداییشون هستم، در صورتی که همه میدونستن دلیل جدایی گوگوش آزار و اذیت‌های شوهرشه. اما سوال اینجاست که چه کسی با نخست وزیر وقت هویدا صحبت کرد تا وارد یه مسئله خانوادگی بشه؟ آیا این امر به دلیل این نبود که از طرف دربار به هویدا چنین مسئله‌ای گفته شد؟ آیا بجز بهروز وثوقی کسی دیگه از هنرمندان به دربار رفت و آمد داشت؟ این درسته که دلیل جدایی گوگوش از محمود قربانی وجود بهروز وثوقی نبود، اما قطعاً بهروز وثوقی این امر رو تسهیل کرده. مستند بهروز وثوقی با نگاهی عمیق به زندگی و آثار هنری بهروز برای شما شگفتی‌هایی فراهم می‌کنه. در این مستند با نقش‌ها و آثار هنری بهروز آشنا خواهید شد. تصاویری از شخصیت‌های اسطوره‌ای همراه با موسیقی‌های زیبا در این مستند به نمایش درآمد. بهروز وثوقی در جریان اکران این مستند خاطره‌ای از امیرعباس هویدا، نخست وزیر دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی عنوان می‌کنه. او میگه من در شمال ویلایی داشتم و ویلای هویدا تقریبا 5 ویلا بالاتر از من بود. یکی از این پنجشنبه ها نگاه کردم، دیدم ماشین آقای هویدا اومد تو و هویدا اومد بالا. اون روز پدرم هم با من در ویلا بود. از من دعوت کرد و گفت شب به همراه پدرت به ویلای من بیا، تعدادی مهمون داریم. گفتم بسیار خوب، چشم. هویدا به من گفت مشروب داری؟ گفتم چی میل دارید؟ میخواین یه آبجو خنک بدم بخورید؟ پدرم یهو پرید وسط و با اون لهجه ترکی فارسیش گفت آبجو چیه؟ آراخ بخورید. آقای هویدا خوشش اومد، گفت آره یه گیلاس ودکا میخورم. پدرم رفت یه گیلاس ودکا ریخت و آورد و آقای هویدا خورد. بعد گفت پس شب یادتون نره، و بعد سوار ماشین شد و رفت. من به پدرم گفتم پدر این آقا رو نشناختی؟ گفت نه، کی بود؟ گفتم آقای هویدا، نخست وزیر مملکت. یه خورده سکوت کرد و گفت آخه تو چه گویی هستی که نخست وزیر بیاد اینجا آراخ بخوره؟ دوستان عزیز، ممنونیم که بالای کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر شید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.